این اظهارات در حال مطرح می شود که روز گذشته رئیس جمهور کرزی در جریان مراسم در ارگ ریاست جمهوری تشویق کودکان را به اعمال خرابکارانه اقدام برای بدنام ساختن اسلام خواند. آقای کرزی گفت پاکستان و دیگر کشورها کودکان خود را آموزش می دهند تا آنها سلاح هسته‌ای بسازند، اما کودکان افغان را برای حملات اینطوری و سوزاندن مکاتب تشویق می کنند. اوشم ظلم دی بر دی وطن، بر بچه‌ها دی ظلم دی، بر اسلام ظلم دی، بر اسلام ظلم. پر اسلام ظلم دیست بچه بم پورتولی وایوار سخت آبایسی تب جوڑه مرموی با بل کمشت. شماری آگاهان و نمایندگان مجلس بان که آموزش کودکان را برای انجام حملات خرابکارانه مغایر احکام دین مبین اسلام می دانند، اما راه دین بیستن را که در میان آنها جوانان نیز حضور دارند که بر دست نکشیدن از این گونه حملات تاکید می کنند مورد انتقاد قرار می دهند. آنها همچنان این حرکت را به نحو معامله با پاکستان می دانند. با همی موجودیت حکومتی که به فساد و نفاق و شقاق آلوده است، یک حکومت بی کفایت و یک حکومتی که توان خدمتگذاری برای مردم نداره و همچنین در اجراءات و عملکردهای خود هم صادق نیست. من هرگز باور ندارم که وضع امنیتی ما با حضور با وجودیت همچه حکومتی بهبود پیدا کنه. آیا چی معامله پشت پرده رئیس جمهور با پاکستان و در دوام جنگ داره که از یک طریق طالب جو و بخشش و آزادی و برادری میگه، از یک طرف دیگر در حالی که آتش با خاندان خودش، جوان عزیز کشور برادر خودش هست به این برد و جمع دیگر این مردم هر از اقشار مختلف متعلم ساخت. این آگاهان هشدار میدن تا زمانی که صاحبان برخی مدارس دینی در پاکستان به بهانه آموزش دینی از کودکان سوء استفاده کنند و برای خودداری از این اقدام ضد اسلامی تحت فشار حکومت این کشور قرار نگیرد، افغانستان همچنان با تهدیدات عملات اینطوری این بار با استفاده از کودکان مواجه خواهند بود.